عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که نشستن از شبکه جهانی دریملند برنامه گفتگو رو تماشا میکنن. حمید قاسمی هستم، یه برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. این برنامه موضوع نرخ بهره بانکی یا اینترست ریت، و همینطور که میدونیم به سال آخر میلادی نزدیک میشیم. خیلی سوال داشتن که وضعیت مارکت الان در چه صورتیه، میتونیم بخریم، میتونیم بفروشیم. سوالاتتون رو که مطرح کردیم اینجا یادداشت کردم و در طی برنامه به همه اینا میرسیم. قبل از هر چیزی دلم میخواست تشکر بکنم بابت همه پیغاماتون، همه ایمیلایی که زدیم، پیامایی که فرستادیم برای ما. خیلی ممنون، انتقاداتتون خیلی سازنده بود. ممنون از همه لطفی که به ما داشتیم. دو تا مسئله قبل از اینکه بخوام برنامه رو شروع کنم دلم میخواد بهش بپردازم. اولیش اینه که میدونی که تو استرالیا الان در حال حاضر پایین ترین سطح نرخ بهره بانکی رو ما داریم. اینترست ریت هیچ وقت به این پایینی وجود نداشته. خیلی ها کنسرن اینو دارن که بعد از اینکه کریسمس بیاد آیا این تغییر خواهد کرد، جای خودش همینجور ثابت خواهد موند، بهتره الان وام بانکی رو الان بگیریم، صبر کنیم بعدم بگیریم. البته من اطلاعات من راجع به نرخ بهره بانکی از دید یه نفر ریل استیت ایجنت، من بروکر نیستم و اون چیزی که میدونم راجب این نیستش که الان برین وام بگیرین یا نگیرین. اگر که قصد اینو دارین که برین وام بگیرین، شما باید با یه متخصصی صحبت کنید. الان اگه من چیزی میگم اینجا فقط اطلاعات شخصی منه و تجربیات شخصی منه و فقط هم راجب خرید یا فروش ملک مسکونی صحبت میکنم. میگم که برای اطلاعات بیشتر و دقیق شدن روی مسئله بهتره که برین و با بروکر خودتون صحبت کنید یا بانک خودتون. راجع به خرید ملک خیلی از من پرسن که آقا من میخوام خونه رو بفروشم ولی الان داریم نصیب کریسمس میشیم، آیا بازار رکود خواهد داشت؟ بعد از جنوری بهتر میشه یا همین الان بهتر که بفروشیمش؟ بعضی هم میگن که ما میخوام بریم خونه بخریم، الان موقع مناسبیه براش خریدن خونه، قیمتو بالا نیست، پایین نیست. و کسانی که توی مارکت آلردی خونهشون وجود داشته و تا حالا موفق نشدن متاسفانه بفروشن، از من سوال میکنن که نگه داریم بعد از سال نو میلادی بفروشیمش یا همینجوری ادامه بدیم پروسه سیل رو. و میدونم که خیلی ها دنبال خونه میگشتن دو سه ماهی موفق نشدن و الان از من میپرسن که ما همینجوری ادامه بدیم خریدنش رو، قیمت پایین اومده، قیمت بالاتر میره، تغییری کرده. یه جنبندی کلی بکنم. پس برنامه امروز اول راجع به نرخ بهره بانکی به طور کلی تجربیات منه، بعد اینکه چند تا تیپ به شما بدم برای فروش خونتون قبل از کریسمس به سال نو یا برای خریدش، و اینکه پایان سال میلادی چه تأثیری روی وضعیت مارکت خواهد داشت. لطفا یه آیتم ببینید، در خدمتتون هستم. سپاسگزارم. خوش اومدید به برنامه خودتون. با یه برنامه دیگه از برنامه‌های گفتگو در خدمتتون هستم. قبلا اشاره کردم که قصد اینه دارم که راجع به نرخ بهره بانکی یا اینترست ریت با شما صحبت کنم. سوالی که همیشه از من مطرح میشه که تغییرات اینترست ریت چه تأثیری روی مارکت و خرید و فروش ملک مسکونی میذاره. باید به شما بگم که این واقعا تأثیر کاملا مستقیمی میذاره روی تغییرات قیمت. یعنی اگر که نگاه بکنید یک چارتی هستش که وقتی که اینترست ریت بالا میره، توانایی بازپرداخت وام بانکی کاهش پیدا میکنه. بر این اساس خونه هایی که توی مارکت قرار میگیرن برای فروش، چون خیلی از آدم ها هستن که دیگه نمیتونن اون مورگیجی که داشتن الان پرداخت بکنن و تصمیم به فروش اون خونه هاشون میگیرن، چون قبل از این خونه ای رو بزرگتر یا گرونتر خریدن، چون اینترست ریت انقدر خوب بوده که میتونستن وام بیشتری رو بگیرن. حالا که اینترست ریت بالا رفته، اونا توانایی پرداخت این وام رو ندارن و براشون سنگینه، باید از باجت خانوادهشون کم بکنن. به این دلیل تصمیم میگیرن که یا این خونه رو بفروشن یا
یا دانسایز بکنن یا برن جای رنت بکنن. وقتی که عرضه توی مارکت زیاد میشه، موقع است که قیمت خونه میاد پایین. تیپی که الان دارم به شما بگم، اگر به دنبال خرید خونه میگردین، نگاه بکنید که ببینید کدوم محله بیشتر خونه ها رو برای فروش گذاشتن، چون اونجوری کمپتیشن برای شما کمتر میشه، مقدار آپشنتون و خریدتون زیادتر میشه. و برعکس وقتی که میرید برای نگوشییت، میدونید که طرف مقابلتون که قصد فروش خونه رو داره اینقدر قدرت این رو نداره که هر چیز رو به شما دمند کنه، چون شما آپشن دیگه ای هم دارید که بره و اونا هم این رو میدونن بهتر از شما. و یه تیپ دیگه الان برای اون کسایی که میخوان خونهشون رو بفروشن، بهترین کار اینه که قبل از اینکه اصلا تصمیم به این بگیرید که وارد مارکت بشین یا با ریل استیت خودتون صحبت بکنی، یه تحقیق خیلی سطحی داشته باشین نسبت به محله‌ای که درش زندگی میکنه. میدونم همه ماها وقتی میخوایم بریم خونه رو بخریم یا قصد فروش خونه رو داریم، همیشه میریم سراغ realestate.com.au یا دومین یا بقیه وبسایت ها نگاه میکنیم که ببینیم وضعیت مارکت چجوریه. پیشنهادی که من برای شما دارم اینه که برای اینکه این کارتون دقیق تر انجام بشه، چون همیشه وقتی خونه ها میان بر اساس اینکه کدوم خونه ادورتایز بهتری کرده در بالای جدول قرار میگیره و صفحه 2 و 3 و اینا میره، شما وقتی میخوان برین تحقیق بکنید بهتره که سرچ انجینتون رو از جدیدترینش انتخاب بکنید و تا قدیمی ها برید. اگر که قصد دارین خونتون رو بفروشین، اگه نگاه کردین در کوچه شما، در محله شما تعداد بورد سیلایی که اونجا زیاد هست، شاید دست نگه دارید. به خاطر اینکه وقتی اوپن فور اینسپکشن میذارین، وقتی که خونتون رو برای فروش میذارین، بدونید که شبیه خونه شما حتما دور اطراف زیاده و به خریدارتون این اجازه رو میده که آپشن‌های زیادی داشته باشه. و بالعکس اگه خونه‌ای رو می‌خرین، نگاه بکنید در یک خیابون دو یا سه تا خونه شبیه اون توی مارکت باشه. موقع رقابت خیلی کمتر میشه. و بعد خونه‌هایی که تازه همیشه توی مارکت میان، اکسپکتیشنشون برای فروش خونه خیلی بالاست. اگه قرار خونه‌ای رو بخرین، همیشه بگردین دنبال خونه‌ای که حداقل 4 هفته یا 5 هفته توی مارکت وجود داره و هنوز فروخته نشده. دو تا دلیل داره واسه این فروختن. همیشه دلیل این نیست که این خونه حتما خوب نیست، ممکنه خیلی خوب باشه ولی خوب ادورتایز نشده، یا اینکه قیمتی که براش گذاشتن مناسب این نبوده. بدونید که بعد از 5 ماه این آدما دیسپوینتد شدن یا به هر حال به اشتباه خودشون پی بردن، یا اینکه میدونن که قیمت خیلی بزرگی رو گذاشتن برای فروش این خونه. به این دلیل اونا الان آمادن که برای پایین آوردن قیمتشون، اگه آلدی نکرده باشن الان آمادن که قیمتشون رو پایین بیارن. اگه قرار شده که برین اونجا یه بارگنی بکنید، این بهترین موقع است. نرخ بهره بانکی رو یه ارگانیزیشنی هست به نام رزرو بانک که همیشه ما از رادیو و تلویزیون میشنویم که نرخ بهره 0.5% پایین رفته یا بالا اومده یا ثابت نگهش داشته. حتما پرسیدن که رزرو بانک یه بانک دولتیه، بانک خصوصیه. باید بگم که رزرو بانک یک دستگاه اداری دولتیه، ولی وقتی بحث میشه از گاورمنت، دقیقاً دولتی که ما انتخاب میکنیم نیست. یعنی نخست وزیر استرالیا دقیقاً آدمایی که در رأس رزرو بانک هستن انتخاب نمیکنه و در تصمیم گیری اونها هیچ تأثیری نداره. به این دلیل انتخابات دقیقاً و مستقیماً روی اینترست ریت نقش خاصی رو نداره. ولی کارکرد دولت گذشته نسبت به بدهی‌هایی که دولت داشته نسبت به این بانک تاثیرگذار خواهد بود. دیگه واردات و صادرات، وضعیت جهانی اقتصاد روی وضعیت مارکت تاثیر خواهد گذاشت. احتیاج نداریم که خیلی این اطلاعات رو داشته باشیم، فقط هم حدوداً بدونیم در چه وضعیتی هستیم. یک، اینکه وضعیت اقتصادی دولت خوبه، خیلی قرض و بدهی نداره. وضعیت واردات صادرات خوبه. اینا همه نشونه گرین لایت رو به ما میده که وضعیت اقتصادی خوبه. و بعدش اینه که نشون میده که نرخ بهره بانکی همینطوری خواهد بود. بعضی موقع وضعیت اقتصادی دنیا در شرایطی نیستش که مثلا واردات و صادرات خیلی خوب انجام بشه. هنوز رزرو بانک میاد و مقدار اینترست ریت رو پایین نگه می‌داره برای اینکه اون سرمایه‌گذارهای خارجی بتونن
سرمایه بیشتری رو وارد استرالیا بکنه. این اجازه میده که اینترست ریت پایین بمونه و تأثیر اینترست ریت همونطور که گفتم مستقیما بر اساس اینه که خیلی خوب اینترست ریت خیلی پایینه، ما حالا میتونیم بریم خیلی مثلا از بانک قرض بگیریم. شاید 7 یا 8 ماه پیش من اگر پیسلیپ خودم میبردم بانک و حدودا مثلا یه چیزی حدود 400 تا 450 هزار دلار میتونستم بگیرم، الان اگه برم با این وضعیت احتمالا بانک تا 500 تا 550 تا برای من اپروف میکنه. به این دلیل میبینیم که هنوز بازار خریداره و کمتر خونه توی مارکت هست. به این دلیل قیمت ها رشد خوبی داشته. اونایی که قصد فروش خونه رو دارن الان هنوز موقعشه، ولی اونایی که قصد خرید دارن، من نمیگم دست نگه دارن، من میگم با دقت بهش نگاه کنن. مثلا ما الان داریم وارد سال جدید میلادی میشیم، اون همه از من میپرسن که آقا کریسمس که بیاد، سال نو که بیاد، وضعیت مارکت همینجوری خواهد بود؟ کمی آرومتر میشه چون مردم خب به پولشون رو نگه میدارن، یه خورده کورشستر میشن، یه خورده با دقت در بهش فکر میکنن. هنوزم که هنوزه مقدار تقاضا از مقدار عرضه کمتر هست و این به این دلیل قیمت ها کمی پررنگتر از قدیم بوده. اگر که قصد خرید خونه رو داریم، اول به فکر بازپرداختش باشیم. به این دلیل که بانک میاد به شما یه پولی رو میده، نرید یه خونه ای رو انتخاب بکنید بگید خب مثلا مرز ما 500 تا است، من دقیقا میرم 500 هزار دلار مثلا میرم یه زمین میخرم یه خونه میخرم، چون ممکنه در بازپرداخت اون برای شما مشکل پیش بیاد. همیشه به فکر این باشین که بعد از سال نو اگر که اینترست ریت بالاتر رفت، اگه 20 دلار هفته ای روی بازپرداخت شما اضافه تر شد، اون موقع شما چطوری میتونید باجت خونتون رو تنظیم بکنید؟ بیشتر از حد جیبتون هیچ وقت سرمایه‌گذاری نکنید. خیلی‌ها رو داشتیم که خونه‌ای رو خریدن بزرگتر بوده، خیلی بهتر بوده. الان وقتی نرخ بهره بانکی عوض میشه، اونا مجبورن که برن خونه‌شون رو بفروشن، چون واقعاً براشون دردسر ایجاد شده. اون موقعی که می‌خریدن نرخ بهره بانکی خیلی خوب بوده و اونا فکر کردن که میتونن پرداختش بکنن، باز پرداختش براشون قابل تحمل‌تر بوده. ولی الان که نرخ بهره بانکی بالاتر رفته، دارن فکر می‌کنن که نه، الان خونه خیلی بزرگتر از اونی که ما می‌خواستیم، می‌تونیم خونه کوچکتری هم داشته باشیم. و اگر خونه رو زیر یک سال بفروشیم، بدونید که ضرر خواهیم کرد. همیشه بهترین موقع برای خرید خونه این که خونه رو بخرین 2 تا 3 سال درش باشین و تغییرات خوبی بهش بدین و مارکت خوبی رو پیدا بکنین و اون رو بفروشید. اونایی که میخوان بخرن، من همیشه بهشون گفتم نگاه بکنید ببینید که باجتتون چقدر هست، به وضعیت مارکت فکر بکنید. اصلا مهم نیست که الان وارد کریسمس میشیم یا نه، البته مارکت کمی از سرعت خودش کمتر میشه، مردم دست نگه میدارن برای فروش خونهشون، ولی به هر حال اگه نگاه بکنید در 3 ماه گذشته ما خیلی خونه داشتیم که توی مارکت اومده الان فروخته نشده و بعد از این هم داریم آدمایی که قراره که مثلا بعدها هم بیان خونهاشون بزنن توی مارکت، ولی الان دست نگه داشتن، ولی مطمئن باشید که از 15 ژانویه به بعد اینا خونهاشون میزنن توی مارکت. پس به این دلیل اگر که امرجنسی نیست که حتما، چون بعضی خونهشون رنتشون تموم میشه و بعد حتما یه خونه رو پیدا کنن، یا خونهشون آلردی فروختن و به دنبال خونه میگردن از زمانشون تموم میشه، اگر که نظر منو میپرسین، اگر این امکان وجود داره که رنتتون رو به صورت پیریادی که یه ماه یا 2 ماه دیگه همینطوری ادامه بدین، بیشتر تحقیق بکنید، بیشتر نگاه بکنید، خیلی با احساسات دنبال خونه نگردین. میدونم خونه جاییه که آدم میخواد امن و قرار بگیره، از شکل و قیافش خوشش بیاد، ولی خوبه که یه خوردم مثل بیزنسی بهش فکر بکنه، نه فقط به این که آقا من میخوام خونه رو زندگی کنم، دوست دارم چون استخر داره، چون باغچه‌اش قشنگه. یه خوردم به این فکر بکنه که خیلی خوب، حالا من میخوام پول از بانک بگیرم، چقدر باید پرداخت بکنم، چقدر مینتیننس داره. یه چیزی که الان یادم افتاد، مخصوصا برای اونایی که برای اولین بار قصد خرید خونه رو دارن، اونایی که همیشه تا حالا رنت کردن و الان قرار صاحب خونه بشن، یک کاست های غیر از پرداخت رنت الان وجود داره. موقع رنت میگفتن آقا ما موقع رنت میدادیم، الان یه چیزی روش میذاریم و بهره بانکی رو میدیم و قسط بانک رو میدیم. چیزی که فرق کرده الان این که وقتی شما صاحب خونه میشین، یه چیزی هست به نام ریت شهرداری که سالیانه اونو باید پرداخت کنیم، بودن 2000 دلار 3000 دلار بستگی داره به منطقش. بعد خونه ها وقتی که میگیریم
یه چیزی هست به نام سادست بوره که این یه روی بیل شما میاد. شما تا حالا فقط یوزجشون رو اون مقداری که از آب استفاده میکردین میدادین، الان از سادست بوره به شما باید یه آبونمانی به قول معروف داده بشه که اونم بعد روی خرید خونتون بهش فکر بکنید. در ضمن که حتما رنت خیلی کمتر بوده، الان وام وامتون رو باید بدین، بهره بانکیش رو باید بدین، و بعد خونه قدیما برای شما مینتیننس نداشته ولی الان داره، اگه سقف طوریش بشه، اگه آب گرمکن طوریش بشه، بعد به اینا همه فکر بکنید. وقتی خونه رو میخرید نگاه بکنید که ببینید که تجهیزات این خونه چجوریه، چقدر قدیمیه، چقدر احتیاج به نقاشی یا مثلا رنگ یا کرک روی وال همه اینا. اونا که فرستون بایرن هر وقت خونه رو میخرن حتما به شرط این بخرنش که یه دونه بیلدر اینو حتما چک بکنه. اگه خونه برند نیو غالبا بر اساس 3 5 یا 7 سال زیر ضمانت بیلدر میاد، حتما اونو چک بکنن که وجود داشته باشه. میدونم که خیلی از شماها میرین خونه هایی رو میخرید که مثل یونیت، آپارتمان یا تن هاوسن، یعنی یه مجموعه ای از خونه ها در یک زمین قرار دارن. اون خونه ها حتما یک جور بیمه ای دارن به نام باری کورپرات. باری کورپرات چیه؟ اینطوری براتون بگم که باری کورپرات وقتی یک کامن اریا، یعنی قسمتی رو که همه با هم شیر میکنید، به طور مثال درایو وی یا مثلا آسانسور توی آپارتمان، یه چیز کاملا عمومی که برای شما نیست ولی ازش استفاده میکنید سر خونه شما هست، یه مقدار پولی رو شما سالیانه باید بدین به یه شرکت خاص بیمه که به اینا میگن باری کورپرات. بعضی موقع باغچه های مثلا یه آپارتمان رو کی اینا رو کوتاه میکنه که به اینا میرسه، این پول اینو کی پرداخت میکنه، مثل همون شارژ آپارتمان که توی ایران میگفتیم، یه چیزی خیلی اداری تر و خیلی منسجم تر، چون شارژ یکی از اهالی آپارتمان یا یه هیئتی از خود آپارتمان جمع میشدن و این پولا رو میگرفتن به خرج آپارتمان میکردن. اینجا یک ثرد پارتی هستش که کاملا وظایف قانونی داره، به همه این وایس میده و اینا یک شرکت بیمه هم هستن. اگر اتفاقی در درایوی شما بیفته، اگر که بعض موقع بالکنی، پشت در یک خونه، هر چیزی که شما شیر میکنید و متعلق به خونه شما نیست ولی در تایتل شما وجود داره، مثل کار پارک که دارین و اینا، اونا از اینا حمایت میکنن، اینا رو مینتیننس میکنن، اگر اتفاقی بیفته پول بیمهش رو پرداخت میکنن، ولی شما یه مقدار پولی رو سالیانه باید بدید. خیلی خوبه که به اینا همه فکر بکنید قبل از خرید خونه، خیلی اکسایتد نشین. خوبه که آدم خونه ای رو بخره که خیلی دوست داشته بشه، دلش رو ببره، ولی همیشه خونه به هر حال یه بزرگترین سرمایه‌ای که شما میخواین بخرید. خیلی خوبه که بهش فکر بکنید، این بیشترین پولیه که من قرار راجع به چیزی پرداخت بکنم، چقدر من آمادگی اینو دارم که این مقدار پول رو پرداخت کنم. ما تو ایران میگیم که خونه هیچ وقت قدیمی نمیشه، هیچ وقت ضرر نمیکنه، واقعا همینطوره، ولی اگه درست خریده بشه و درست فروخته بشه، اگه من الان یه خونه ای رو بخرم و 7 ماه دیگه بخوام بفروشمش، مطمئنن اون پولی که دادم. غیر از همه اینا، اینم یادم رفت که بهتون بگم، ما یه چیزی داریم به نام استم جیوتی. استم جیوتی رو خیلی فارسی نمیتونم ترجمه کنم، مثل تمر باطل کردنه، و اون یک تکسیه، یه مالیاتیه که ما به دولت پرداخت میکنیم بابت خرید خونه. کسی که خونه رو میفروشه این مالیات رو پرداخت نمیکنه، ولی کسی که خونه رو میخره حدوداً میتونید برید توی وبسایت دولت ویکتوریا و نگاه کنید استم جیوتی شما سال به سال، فصل به فصل فرق داره، خونه به خونه و منطقه به منطقه هم فرق داره، ولی حدوداً من اگه به شما بگم یه چیز حدود بین 12 تا بعضی موقع 28000 دلار این مالیات هست. بعد به اینم فکر بکنید، وقتی که شما خونه رو میخرین، استم جیوتی روی قیمت اصلی خونه نیست. مثلا یکی خونه ای رو تبلیغ کردن به 570 تا یا 870 تا، شما باید به این فکر بکنید که وقتی اینو خریدین 870 تا، باید یه چیز حدود 20000 دلار روش بذارید و به دولت پرداخت کنید. کسایی که فرست هوم بایر هستن و اولین بار میخرن، از طرف دولت یه حمایتی میشه و یه دیسکانتی بهشون داده میشه از جهت اینکه میخوان این خونه رو بخرن، ولی یک باره و خیلی هم زیاد نیست، از اینکه 7000 دلار 8000 تا بیشتر نیست. و اونایی که پنشنر میگیرن، به قول معروف سنشون رفته بالاتر و از دولت دارن حقوق میگیرن، اونها هم میتونن یه تخفیف بگیرن. پس اگه شما پنشنرید یا میتونید دیسکانت بگیرید، حتما اینو اپلای کنید. اینو بعد به سالیسیتر یا کانوینسر خودتون حتما اعلام کنید که آقا ما مثلا از دولت میتونیم تخفیف بگیریم به خاطر اینکه پنشنر هستیم، یا اینکه فرست هوم بایر هستید، یا یکی از اعضای خانواده. اگه زن و شوهری قصد دارن که خونه رو بخرن، یکی از
زن یا شوهر اگه قبلا خونه رو خریده باشه ممکنه بهش تعلق نگیره، ولی اون طرف پارتی اگه تا حالا خونه رو نخریده باشه هنوز میتونه یه خورده دیسکانت داشته باشه، به صرف اینکه آقا من مثلا شوهر من رفته خونه خریده، من تا حالا به اسم خونه خریدم پس دیگه به ما تعلق نمیگیره، اینطوری نیست. اگه شوهر شما قبلا خونه خریده و الان با شما شریکی میخواد خونه بخره، شما هنوز سهمی دارید. اینو همیشه به کانوینسر خودتون بگید. فکر میکنم تا اینجا برای نرخ بهره بانکی کافی باشه. اگه سوالی بیشتری دارین لطفا بیاین توی فیسبوک من یا فیسبوک برنامه گفتگو با ایمیلاتون یا پیغاماتون ما رو همراهی بکنید و از من سوالاتتون رو بپرسید. در برنامه دیگه حتما در خدمتتون هستم. فکر میکنم کافی باشه برای نرخ بهره بانکی فعلا. برمیگردیم یه آیتم میبینیم و بعد در خدمتتون هستم که راجع به خرید و فروش خونه بیشتر صحبت کنیم. خیلی ممنون، در خدمتتون هستم. بازم خوش اومدید به برنامه خودتون. قبل از اینکه برم برای جمع‌بندی دو تا نکته رو فراموش کردم راجع به اینترست ریت براتون تعریف کنم. اونم این که سوال از من شده بود که آقا ما نرخ بهره بانکی رو که می‌خوام بگیریم فیکس بگیریم یا ثابت بگیریم یا متغیر و وریبل. من قبلا گفتم الان بازم میگم، من ریل استیت ایجنت هستم و در خرید و فروش خونه ملکی به شما کمک می‌کنم. اگر اینکه شما قصد اینو دارید که وامی رو از بانکی یا یه مؤسسه مالی بگیریم، بهتره با بروکر خودتون یا با بانکتون صحبت کنید. ولی تجربه شخصی من اینجا میخوام باهاتون قسمت کنم اینه که نگاه بکنید که هر دفعه که اینترست ریت بالاتر رفته، مثلا یه تعریفی اول بکنم برای اینکه ببینیم چه فرق بین ثابت و متغیر وجود داره برای اون کسایی، برای اون دست کسایی که تا حالا این کار رو نکردن. وقتی میرین شما بانک یه دونه وامی رو بگیرین، به شما این پیشنهاد میدن که آقا اینترست ریت الان مثلا 4.2% و اگه بخواین، چون خیلی الان ریت خوبه، اگه بخواین در اینو نگهش داری میتونین اینو ثابتش کنین و بعد اون موقع یه قیمتی رو روش میذارن که مثلا این 4.2 به 6 اینطورا میرسه، ولی نزدیک 10 سال یا 8 سال یا هر چقدر که خواستین یا نصف پولی که دارین پرداخت میکنین یا 30% یا کلش رو میتونین ثابت بکنین و همیشه میتونن 6 تا بدین و هر چقدر بالا پایین رفت تغییر نکنه. اما تجربه شخصی من، میگم بازم اینم تجربه شخصی منه، برای کسی نسخه نمیپیچم. میتونید شما اینو به قول معروف از من گوش کنید، ولی به طور خیلی دوستانه دارم با شما شیر میکنم اینو. همیشه اگه در طول تاریخ تغییرات نرخ بهره بانکی رو نگاه بکنید، هر وقت که رزرو بانک اومده نرخ بهره بانکی رو کمی بالا برده یا کمی پایین آورده، این تغییرات چقدر بوده؟ بیشتر از 0.5%، 1%، فوقش 1.5% بیشتر نبوده. به نظر من خیلی لازم نداره که شما بتونید همه پول بانکیتون رو ثابت بکنید. چون اگر فردا، همین فردا اگر نرخ بهره بانکی بالاتر بره، چقدر بالا میره؟ 1%. هنوزم نگاه بکنید، متغیر به نظر من بیشتر جواب میده. چون اگه ثابتش بکنید، نرخ بهرهتون از 4.2 به 6 رسوندید. اگر وقتی ثابتش میکنید، الان همین فردا گفتم اگر که 1% هم بره روش، 4.5 5.5 هنوز از 6 بهتره. خوبه که یه مقداریش رو ثابت بکنیم، ولی من هنوز معتقدم که متغیر بهتره. بازم با بانک خودتون، با بروکر خودتون که این کارو میکنن تماس بگیریم و باشون صحبت بکنیم. جنبندی کلی اینه که خیلی خوب، الان به آخر سال میلادی نزدیک میشیم، مارکت بهتره یا بدتره؟ نمیشه گفت بهتر یا بدتره، یه مارکت خاصیه الان به دلیل اینکه نرخ بهره بانکی الان خیلی پایینه. ما خیلی خریدار داریم، هنوز مارکت خریداره، کمتر خونه فروش میره بیشتر. و اگر نگاه کنید، چون که تقاضا برای خونه زیاده، هر جور خونه ای رو بذاریم با قیمت پررنگتری فروش میره، ولی این دلیل نمیشه که دست نگه داریم و خونه نخریم. هنوز خیلی ها هستن که این توهمو داشتن که الان بزنن توی مارکت، خیلی قیمت خیلی خیلی بالایی رو میگیرن و اگر نگاه کنید بعد از 5 6 یا 7 هفته که توی مارکت بودن هنوز نتونستن خونهشون رو بفروشن. امروز فکر کنم در اکثر محله های توی ویکتوریا به شخصه که نگاه کردم، تعداد روزی که یه خونه طول میکشه که از روز اول که تبلیغ بشه در مارکت تا فروخته بشه حدوداً 22 تا 34 روز بوده،
معمولا این وقتی که فکر کنم مثلا 6 ماه گذشته این عدد 53 و 62 روز بوده، الان میبینی که چقدر پایین اومده. پس اگه خونه ای بعد از 60 روز 70 روز هنوز توی مارکته، این خونه رو خوبه که بریم نگاه بکنیم، احتمالا قیمت خیلی بالایی رو براش گذاشته بودن و الان پشیمون شده. دومان اگه قصد فروش خونه رو داریم، هنوز مارکت خوبیه، پر از خریداره، خیلی از خریدارا هستن که آپشن‌های مختلف رفتن و هنوز نخریدن و قبل از کریسمس میخوان ستل بشن. پس اگر میخوان بفروشیم الان اگه کمی بجنبیم میتونیم اینا رو، ولی بازم میگم قیمت ریالیستیک و واقعی، قیمت رویا پردازانه نمیشه بذاریم. هنوزم خریدارا دسپرت هستن که خونه رو بخرن ولی به هر قیمتی هر جایی نمیخرن. یه چیزی هم که الان دلم میخواست بهتون بگم که رشد جمعیت در ویکتوریا خیلی بالاست. کارشناسا پیش بینی میکنن که ظرف 6 سال فکر کنم ما از نیو ساوت ویلز بیشتر بشه جمعیت ویکتوریا و به این دلیل ما هجوم خیلی چه مهاجر چه از چه خارج چه از ایالت‌های دیگه به ویکتوریا رو داشتیم، چون که کار توی ویکتوریا بهتر بوده، بیزنس توی ویکتوریا بهتر بوده، قیمت خونه در ویکتوریا هنوز بهتر از سیدنی است. در ادلاید خیلی رکود اقتصادی داشتیم و اونا همه سعی کردن که وارد ویکتوریا بشن و ملبورن واقعا رونق خوبی گرفته. ولی از طرف دیگه انبوه سازی در ملبورن باعث دردسر شده برای کارشناسا و همه میگن که دولت سعی میکنه الان یه پول خوبی رو میگرفت و اجازه میداد که همه ساب دباید کنن. برای اون دست از دوستانی میگم که دنبال زمینه بزرگتر میگردن که مجموعه رو درست کنن، یه زمین بزرگی رو بگیرن، 3 یا 4 تا مثل development site توش چند تا یونیت یا تن هاست در بیارن. خیلی دقت بکنید، از ژانویه به بعد خیلی از محله ها توی ملبورن مثل دندینو به طور مثال ریزون میشن. این بدین معنیه که اگه خونه ای رو میخواییم بخرین، برین از صاحب خونه یا از کانسل بپرسین که من میتونم اینجا 2 تا یا 3 تا خونه بسازم. میدونم که دندینو محدودیت نداشته، نسبت به بزرگی زمین اجازه میدادن 5 تا 7 تا حتی یونیت یه تنهاس درست کنید، ولی الان تا 3 تا پایین آوردن. ولی هنوز زمینایی هستند اونجا توی دندینو که این اجازه رو میدن که 7 تا رو ساخته بشه. شما باید ببینید که تو چه زونی قرار دارید. در ضمن اینه که میام با چشم باز همیشه خوبه بخریم و اگر قراره که بفروشیم ببینید که کجا هستیم. یه تلفن به کنسل، یه نفر ریل استیت ایجنتی که با شما برای شما کار میکنه، نه فقط به دنبال بیزنسه و میتونه به شما کمک بکنه که خونتون رو به بهترین قیمتی که به دست بیارین توی مارکت تبلیغ بکنه و تبلیغات خوب همیشه جواب خوب میده. یه جمع‌بندی کلی، صحبت سر این شد که به سال آخر میلادی نزدیک میشیم، مارکت بهتر یا بدتر گفتیم که بستگی داره. همیشه مارکت خوبیه اگر که درست تبلیغ بشه، اگر که خوب زمان مناسبش پیدا بشه و خوب پرزنت بشه تو مارکت. دوم اینه که اینترست ریت در چه وضعیتیه، تغییر خواهد کرد، بهتر ثابت بگیریم یا متغیر. گفتم اول با بروکر خودتون صحبت بکنیم، ولی تجربه من نشون میده که بهتره که همینجوری متغیر بمونه، چون استرالیا، دولت استرالیا سعی میکنه همیشه نرخ بهره رو خیلی پایین نگه داره، چون سرمایه خارجی رو وارد استرالیا میکنه. یک دومانیش اینه که به رونق اقتصادی داخل استرالیا هم کمک میکنه. اگرم تغییر بکنه، تغییرش خیلی چشمگیر نخواهد بود که بخوایم لون رو ثابت کنیم. اگر هم قصد اینو دارین برای پیس آف مایندتون، برای اینکه بتونیم بقول من راحت شب سرمون بذاریم روی بالش، اگه خواستین مقدارش هم فیکس بکنین، احتیاج نداره که همشون، یه درصد خوبیش رو بذارین کنار، ولی بازم به جیبتون نگاه بکنین که مثلا اگر اینقدر فیکس بکنم ریپیمنت من اینقدر خواهد شد، بعد اون موقع تصمیم بگیریم. سومیش و آخریش اینه که خونه بخریم، حتما بخریم. بله، اگر که پول پیشی دارین، اگر که پول ذخیره‌ای دارین، هیچ وقت خونه نگر ندارید، هیچ چیز مثل خونه نیست. البته اگه توی بیزنسی به کار میبرینش درسته، ولی مثل ایران نیست که ما ببریم پولو بذاریم بانک و یه بهره خوبی بگیریم. بهره بانکی در استرالیا خیلی پایینه، به نظر من هیچ چیزی مثل خونه جواب نمیده. فقط به این فکر بکنین که اگر خونه رو الان خریدین، به مینتیننسش فکر بکنین، به مقدار خرجی که داره بهش فکر بکنیم، استمپ دیوتی داره، اگه بادی کوپریت داشته باشه بدونیم کجاست، بیمه‌شو باید بهش فکر بکنیم. مثلا یادم نبود که اینم بگم که وقتی خونه ای رو صاحب خونه میشیم، با اون خونه رو هم بیمه هم بکنیم در ضمن. وقتی که اجاره داریم یا اجاره میشینیم،
این بیمه رو صاحب خونه میده و ما نمیدونیم. و این چیزایی بود که به نظر من میرسید. قبل از این یه جور تکس دیگه هم هست به نام کپیتال گنگ تکس که خیلی از ما میپرسن. این بستگی داره، اگر شما یه خونه دارین نیازی نداره بهش خیلی فکر بکنه، اگر که اینوستمنت پراپرتی دارین بدونین که یه چیزی هست به نام کپیتال گنگ تکس و اونم اینه که خونه‌ای که درش زندگی نمی‌کنی و یا قرار زیر 6 ماه بفروشین، اینا رو همه رو توجه داشته باشین. سوالی چیزی هم داشتین حتما من در خدمتتون هستم، میتونید در فیسبوک من یا فیسبوک شبکه جهانی دریملند، ایمیل های ما هست، شما تلفن ما هست، لطفا با ما تماس بگیرید، ما در خدمتتون هستیم. روز روزگار بهتون خوش باشه، من همچنان در خدمتتون هستم. خیلی خوشحال میشیم که با نظراتتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون ما رو راهنمایی بکنید. خیلی خوشحال میشیم از شما بشنویم. حمید قاسمی هستم. خدا حافظ شما.